رویداد 24 با استناد به آمار رسمی وزارت بهداشت نرخ مرگ در ایران به خاطر ابتلا به کرونا 25 درصد است. به جای مقابله با ویروس کرونا با کسانی برخورد شد که از آن سخن گفتند. مصاحبه های مختلفی از دادستان ها و فرماندهان نیروی انتظامی در شهرهای مختلف منتشر شد که می گفتند افرادی را به اتهام شایع پراکنی شیوع کرونا در ایران بازداشت کردند. نکته عجیب این بازداشت ها این بود که مسئولان امنیتی در مصاحبه‌های های خود اصرار داشتند که این افراد در زمین دشمن بازی کردند و اکنون به گناهانشان اعتراف کردند. کافی بود چند روز بگذرد تا مشخص شود مصاحبه های ریز و درشت مسئولان قضایی و نظامی تا چه اندازه بی اساس بوده است. دو پرستار در گیلان به خاطر اطلاع رسانی درباره کرونا قبل از اینکه اپیدمی آن در کشور اعلام شود، بازداشت و بازجویی شده بودند. آنگونه که خبرنگار ما کسب اطلاع کرده، این دو نفر روز گذشته آزاد شدند، اما به خاطر شرایط موجود تمایلی نداشتند درباره وضعیتشان صحبتی کنند. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند مجازات آنها که به خاطر انتخابات همه چیز را پنهان کردند و اطلاعات دقیقی به مردم ندادند چیست آیا آمار واقعی کشته شده های کرونا همین تعداد است که وزارت به بهداشت اعلام می کند؟ روز یکشنبه محمد حسین قربانی نماینده تامال اختیار وزیر بهداشت در گیلان شرایط استان را شرایط جنگی خواند و گفته بود دویست نفر به خاطر ابتلا به کرونا جان باختند این آمار از کل آمار فوتی کشور بیشتر بود و بخشی از حقایق درباره شیوع ویروس کرونا در ایران را نشان میداد. در برخی از مناطق شمالی کشور قبرستان ها برای دفن جا ندارند. صبح دوشنبه تصویری از ورودی یکی از امامزاده های کشور منتشر شد که بر آن نوشته شده بود این امامزاده زمین کافی برای دفن ندارد. جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت فقط درباره یک استان گفته نیمی از کادر پزشکی استان گیلان مبتلا به کرونا هستند و وضعیت در این استان ای است که دیگر قبرستانها ها جا ندارند. شرایط کنونی کشور و مقایسه فاکت های موجود با آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد آمار ابتلا به کرونا و مرگومیر ناشی از آن با واقعیت فاصله معناداری دارد. همین که در روزهای گذشته تنها یک دوجین چهره مشهور در گذشته اند، نشانی از این مسئله است که وضعیت برای مردم عادی چگونه است. با این حال، دولت در رفتاری عجیب تمایل دارد میزان آمار را متفاوت نشان دهد. این سایت حکومتی تحت عنوان آمارهای نگران کننده احتمال مرگ در اثر کرونا در ایران چقدر است؟ می رویداد 24 در روزهای گذشته مقایسه ای از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران با کشورهای دیگر را انجام داده بود. در آن گزارش که با آمار رسمی وزارت بهداشت استناد شده بود، نرخ مرگ و میر در ایران به خاطر ابتلا به کرونا 25 درصد بود. این یعنی بر پایه آماری که وزارت بهداشت منتشر کرده، اگر 100 نفر در ایران کرونا بگیرند 25 نفر می‌میرند. همکنون بیش از هفت هزار نفر در ایران به کرونا مبتلا هستند. اگر نرخ مرگ و را 25 درصد در نظر بگیریم، آمار بسیار نگران کننده است و صحبت جعفرزادی ایمنوادی دقیق به نظر می رسد که قبرستانها ها دیگر جا ندارند.